ما از طفولیت علاقه به تکنیک و میخانیک داشتیم. باداش از تو روشن میشه. آره این از تو بود. این از قدیمی ها نیست. سلام دوستان گرامی، خوش آمدید. سلام برای بکس، خوش اومدید. اومدیم بریم به سراغ یک ویدیو جذاب. یک دستاوردی دیگر. چی؟ افغانستان تیاره ساخته. فکر کنم این تیاره آموزشی باشه. نمیدونم. اکثرا آخه دیگه اینا چون میان آموزشی تا مثلا 4 5 بار از آموزشی میپره. شروع میشه که میرسه به اون گنده گنده. سربازی تو میخوای تموم بکنی باید بری اول آموزشی. آره باری کلا. اول هر پروژه اول هر کاری باید آموزشی بکنی. آموزشی بری بعد بریش بشی یوتیوب میخوای شروع کنی بعد آموزش ببینی بعد بیا شروع کنی. بچه‌ها بریم با هم دیگه از کابل شو، لینک ویدیو داخل دیسکریپشن از کانال کابل شو بریم این ویدیو رو ببینیم و این گزارش رو دمتون گرم لایک سابسکرایب زنگوله سوال بزنید بچه‌ها حتما حمایت کنید. بریم سراغ این ویدیو جذاب. البته عزیز جایی که ما هستیم. بله توییتا رو می‌بینیم اینجا. این رنو ساندرو اومدیم به معرفی تیاره ساخت افغانستان. بچه فکر کنم تو ویدیو کاملا مشخص ما عاشق معترم دیگه. یعنی به ساده ترین معترم این چیه او چیه این چیه. آره دیگه خب باید دل دیگه میره داشته باشی و بهش عشق ببرزی دیگه. واقعا من عشق میبرزم به هرچی موتر اصلا قدیمی باشه. باشه دارن تازه درست میکنه. باشه اون قالب کیر کردن او پروسه ساختش و رنگش و همه رو گرفتن. دمشون گرم بچه کابلش. دمش گرم واقعا. میدید از کدوم هست اینا که پره داره نوکش قدیما اینجوری میگرفتن اینجوری مثل اینگاه اصلاف همین هم بازم همین هم یعنی اتونی نه دیگه مثل این قدیما ماشین ها دیدی هندلی میکنه این هم هندلی دیگه یعنی شاید از داخل روشن شاخه بعضی ها نه پیشرفت شاید تو شد سویچ نه سویچ رو با میذارن اینو ول میدن دیگه میگیره دیگه چقدر عجیب چون موتور نوکه اینه هر رنگکارش هم تموم شد حس میکنم استارت نداره درسته؟ نه دیگه سویچ باز میذارن میچرخونن نقش همون استارت داره این کارو میکنه آره دیگه همون قدیم چجوری بود زمانه جرقه زدنه فقط اون چیزا احتراقه صورت بگیره آره صورت بگیره دیگه بریم که شما تیاره ای را ساختین در افغانستان؟ بله با همکاری دوست ما داوود بله. تیاره که دیزاین شده با 4 نفر ساخته و تو انگیزه ازی برای شما پیدا شد که شما موتورش ماجیه موتورش اینجا رو نگاه کن احساس کنم اینجا یه جای خفنیه نگاه کن اینجا نظامیه حساس... آره نظامی ها اینجوری میکنن بالاشو بعد دیوارا رو میبینی میدان هوایی میدان هوایی کابل دیگه داو جان که شما این تیاره رو بسازین ما از طفولیت علاقه به تکنیک و میخانیک داشتیم باداش از تو روشن میشه شاخه بعضی نه پیشرفت شد تو شد نه آره عزیزم چطوری خوبیه بعد چی ببینی اینا من مونده بودی چجوری سرعت رو میگیرن میکشه ایرودینامیک چجوری باید بدنش هوا رو رد بکنه خودش اینا هست دیگه خیلی ریسکیه خیلی ریسکیه بری بالا چه جرعتی دارن سوارش میشن اصلا کل فرق نمیکنه بچه کل دنیا شما یه تیاره هواپیمایی میسازی به یکی میگی آقا پرواز کن شاید برگشتی نداشته باشی آره خیلی اینجوری آدم مرده این وسط تو کشورهای مختلف بریم سراغ ادامه در رو من الان بر میداره بله مانیتور اندروید آره مانیتور اندروید هم هست دارم میرم برای پرواز آره همه رو سیم راداراش ورده و درون برشما خیلی مغزید ایول همه رو آورده دیگه یه ببین این همه دکمه بده بالا پایین بده بالا دیگه همه رو جمع کرده دیگه اون قشنگ دیدیش که داره راه میره دیگه دست مسته نداشت داره پرواز میکنه میره بالا به نظره فلان که نرفته بالا داره میره داره میره نرفت آره نرفت بزنیم شاید استات بعدی این تیاره که هست 85% از آلومینیوم ساخته شده و 85% از آلومینیوم خب باید اینجوری باشه دیگه بدن سبک باشه آره. اکثرا هم میام فایبرگلاس درست میکنم فایبرگلاس از آلومینیوم هم سنگین فایبرگلاس چیزه
تو هواپیما جواب بده. آره که الان مثلا بعضی هواپیمای گنده مونده همه فایبرگلاس هستن دیگه. خب تو بازار از آیرودینامیک خراب آلومینیوم اینجوری نمیشکنه که. می‌بینی هواپیما میخوره زمین یه وا میره اینجوری. آره. 7 تا تیکت تبدیل میشه همه به خاطر اینکه از چیز دیگه پلاستیک دیگه. یعنی واقعا یک تیاره فوق العاده عالی هست. اصلا بریزی بر ما بگو یعنی تیاره کاست خب یک چیزی است که بسیار زیاد هم خطر خودم می داشته باشه و وقتی که بسیار معیاری ساخته شود پس مسئول می بوشیده ایش. این تیاره مکمل کارش تکمیل است یعنی به خاطر پرواز اجازه داده شده برش یا خیر؟ آه ببینیم موتور رو نگاه. الان موتور چی داره این؟ ببین از موتور مهمتر. ببین موتور یک موتور نگاه کن چقدر 1 2 3 4 6 8 سیلندر. ببین بعد به نظرم از موتور مهمتر. ببین حرف من درسته یا نه قبول داری چند تا آیرودینامیک بودن؟ آره اون آیرودینامیکه که آقا بالاخره همش به موتور نیست که. موتور اول میکنه شما رو رو زمین. خب اینکه سرعت بکره بره جلو مثل یک ماشین انگار مثل یک موتور معمولیه. خب ولی اینکه تو بلنشی به این بالا بستگی داره دیگه. بالو بعد اون سیستم تعلیقه که داره. تعلیق نه تعلیق منظور این موضوع رو من ببرتت بالا. این موضوع رو بیان کردم خاطر اینکه اون کسایی که مثلا میخوان بگن خب اینکه موتورش مثلا مال انجینرش مال شما نیستش که از یه جا دیگه ور دیدی سر مثل موتور افغانستان بود گفت انجینرش مال تویوتا مال اینا نیست که. آخه انجینر مهم نیست که اینکه شما بتونی اینو طراحی بکنی بدنش به نظرم پیچیده بچا باید وایس دیگه. الان کی بوده رفته قطر الان نزدیک 2-3 ماه از روش داره میگذره. ببین الان یه استارت دیگه زده میشه. ببین موتور افغانستان اگر کارخونهشو نزدن تو افغانستان دیگه پیگیرشن. نگاه بدنه ها رو آره ورقه اینا دارن نگاه دارم میسازم. یاد بنیامین بی افتادم. ماشین آره قشنگ با همین ورقه ها میرفت جوش میزد. آره دیگه ببین سوله هواپیما هم هست نقطه جوش ها و نقطه جوش سنه. ببین یه چیز ببین این ورقه که دورش بود یه چیزی توش گذاشت که بذاره این بالاها. خب دیگه اون دیدی توی تانکرهای نفت یا مثلا تانکرهایی که نفت کشه توش یه چیزی میذارن چون اگه صاف باشه که آب میره عقب یهو یه دونه میزنه به ماشین ماشینو با خودش میبره دیگه. ولی میارن لایه لایه میکنن. او بچه یاد بگیره بگیره دیگه. اینم الان اونو میذاره که چون اون موقع بالانس میگیره دیگه زمانی که داره پرواز میکنه بالا میره یهو وارب اونا میذارن که مثلا تعادل اون پرده رو قوسی پرده رو بگیره. چقدر خفن نقطه شوشتن رو نگاه پیچ هم دارن میبندن. چه؟ پیچه پیچ نه پیچ نیست نقطه جوشه و میگیرن جوش میزنن پرش میکنه. چیزی که ما داریم تو تصویر می‌بینیم بچه‌ها چیزی که ما داریم تو تصویر می‌بینیم دو نفر آدمه که داره این کارو انجام میدی. خیلی خفنه. من گفتی که دو نفر من با رفیقم اونم می‌بینیم فایبرگلاس اینا بودیم. بریم محله بعدی ها. این واسه دماغ و اینا شه. آره حتی دیزاینش هم دارم میکنم رنگ میزنن. آجه خیلی حال کردم. من اینجور چیزا رو دوست دارم فنی ها رو. باتون کاریه. حاجی به نظر تو حالا میونه حرفتون بچه‌هام گفتن که میونه هم دیگه حرف هم دیگه داریم میپرید. اینا مثلا الان تو این چیز گذاشتم براش این جتی که چیز هست میپره بیرون. نه ببین آخه باشه خب الان ریسکه دیگه اگه بمب پرواز کنی به چوب میدی. ببین این هواپیما این طیاره برای چی ساخته شده؟ این طیاره توسط مثلا 2-3 نفر 4-5 و یه تیم 5 نفره مثلا ساخته شده. اینش خفنه. این تیاره اگه مثلا زیر مجموعه مثلا وزارت دفاع و نمیدونم جاهای مختلف انجام شد قطعا با بودجه بیشتر خیلی چیز خفن تر میشه. مثلا این که 5 نفر 5 تا جوان اومدن این کارو کردن این خیلی خفن میکنه. دیگه اون مثل اون اسلحه بود رو داره که خودش تشخیص میداد تا 500 متری رو میزد. آره مثل اون شخصی ساخته بود. بس اینکه اون جوونه ساخته. این جوونه پس گنجایش اینه داره که چیز خفن تر هم بسازه. صد در صد. مهم اینه. مهم این نیست که حالا حتما این تیاره خفنه. میدونی چی میگم؟ اینو بعد بعضیا واقعا متوجه بشن. حالا تو ایران هم بعضیا اینا رو متوجه نمیشن. بچا تو افغانستان قطعا هست. فکر میکنن الان مثلا این خیلی خفنه. واو نه. این شروع یک چی میگن؟ چی میگن بهش؟ سربازی که آموزشی گفتم دیگه. آره سربازی که آموزشی میگیری. انفجار بزرگه. بلند شد آره
خب هم وطنان عزیز برادر، نه اینا زیاد نمیرن بالا، فعلا ریسک تیاره افغانستان سهیم بودن. سلام وقتتون بخیر. سلام وقت شما بخیر. خوب هستین؟ بخیر هستین. تشکر. یک کوتاه خودتون معرفی کنین. حاجی گل هستم، یک تن از کارمندای تکنیکی آریانا. ماشاءالله. اوه تکنیکی آریانا. آریانا این فکر کنم خصوصی باید باشه احتمالاً. چون تحقیقات مصلحتی بود دیگه. اون مال این دولت بود. اون مال دولت بود دیگه. بریم. خبر شدیم که شما تیاره ای را ساختین در افغانستان؟ بله، با همکاری دوست ما داوود تیاره که دیزاین دو نفره ساختون. چهار نفر. با چهار نفر دیزاین شده. بله. بسیار عالی. در خود افغانستان کارش شده. بله، پروژه اصلی با دو نفر بوده. کامل پارتاش بدون از انجن. همه پارتاش خود ما. بدون از انجن. و فعلا در میدان هوایی در رمپ است. عالی است. برای ما در اولی را بگوین که چطور انگیزه ازی برای شما پیدا شد که شما بخواین خودتان با داوود جان که شما این تیاره را بسازین؟ آقا قبل مثلا افغانستان کنونی یوتیوب بود دیگه، چرا اون موقع ما نمیدیدیم اینا مثلا کسی یه جوونی بیاد یه چیزی درست بکنه؟ بسته بود، نمیدونم بسته بود به نظر. فکر کن مثلا من الان صد دسته فکر کن توی این اتاق بودن نمیذاشتن از اون در بیاره بیرون. در میرفت بیرون میگفت آقا بگو ببینم میخوای برای چه کاری بری بیرون. مثلا میگفت من میخوام برم یه چیزی آقا اختراع کنم. نه بمون آخه فلان خورش با مثلا آمریکا یا هر کس دیگه اومده آقا این میخواد درست بکنه برای کشور خودش درست میکنه دیگه. به کسی مگه پوتینو نشیدین توی یه دونه مصاحبهش برگشت گفت که اون ور اون قاره داره میگه که تو این کارو تو کشورت نکن، این کارو بکن، تو این کارو نکن. بی تو چه، به تو ربطی نداره من اینجا دارم چه کاری میکنم. تو چرا داری میای تو مخ من میری که تو این کار انجام بده تو اون کار انجام نده؟ مگر نه بعد اینا خیلی وقت پیش این جوونا میزدن بیرون. واقعا ما از طفولیت علاقه به تکنیک میگم که بچگی تو بهش بود و بسیار دوست داشتیم که پیلوت شویم و میخوایم از طریق ازی به هدف خود برسیم. تازه دوستش خلبان بشه. خب نه اینکه مثلا بخواد بسازه، ساختنش خفن تر از خلبانی به نظر من. من بهش تبریک میگم واقعا، خیلی چیز خفنه. یه هواپیما به اون خوشگلی هم بسازی. بس خوشگلیش نیست اصلا، خوشگل نه. هواپیما باید درست کار بکنه. مثلا مهم نیست که خوشگل باشه. موتورش چجوری بود؟ موتورش مثلا چند سیلندره و چیزی هم اطلاعات نداریم در مورد در آینده ها. ان شاء الله ما پلان داریم که در افغانستان یک گراوند سکول یا فلایت سکول بسازیم، یک شرکت هوایی استاندارد که تیاره های افغانستان میخواد این مدرسه بسازه و چیز بسازه آموزش بیان به آموزش ببین بسازن. وو چه خفن. مدرسه نظامی، مدرسه نظامی تیاره ای کلن بزن تکر تیاره. آجی فکر کن چه خفنیه. من ندیدم، من ندیدم کسی این شکلی مدرسه بزن آموزش بده. 10 سال دیگه، 10 سال شاید هم نکشه. تو این چند ساله ساخت و سازهای خفنی که دارن انجام میدن، خب پروژه‌ای که دارن میبندن رو تمام میکنن. این پروژه‌های خفن هم در کنارش بیاد، ببین افغانستان یه چیز دیگه. آره. ببین نه میگی نه، نگاه کن بچه ها اگر زنده بودیم ما هم شما هم بود انشالله که هستیم، میبینین آقا 5-6 سال دیگه افغانستان چی میشه. دمتون گرم بچه‌ها که تماشا کردید. لینک ویدیو داخل دیسکریپشن از کابل شو و تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.